آرزو جوانمرد رئیس جناب رئیس یکی از آرزوهای هرات بود که امروز برآورده میشه این بایپاس بین سرک اسلام قلعه و سرک هرات قندهار مطول 45 کیلومتر اعمار شده 22.5 میلیون دلار هزینه برداشته این از طرف همکارای ایتالیایی ما طرف دولت مردم ایتالیا تمویل شده و ما مؤسسه یونپس در سوپرویژن از این همراه ما همکار بوده این به یک از استانداردهای بسیار بالای سرک اعمار شده جناب رئیس و انشاءالله تعالی در سالهای آینده ادامه پروژه سرک القوی هرات بخیر در نظر گرفته میشه مطابق ماستر پلان و هم تکمیل میشه جناب رئیس در این مسیر یک پل 340 متر هم هست که دیزاینش خلاص شده و انشاءالله تعالی بعد از موافقه دونر ما کروم ایتالیا همراه ما کمک میکنه و یک مقدار وزارت مالیه همراه ما همکاری میکنن او هم بخیر در هفته آینده به تدارکات میره و جناب رئیس وزیر شما در هرات تشریف آوردین همچنان سرک ارملک لامان مجموع طول 52 کیلومتر است 40 کیلومترش کارش تکمیل شده 30 کیلومتر شما تسلیم گرفتیم چون برنامه وقت نبود که شما اونجا تشریف بریم بر افتتاح از او اینوی معلوماتم خدمت شما عرض کردیم که تا توابند سبزک سرک اسفالت شده جناب رئیس و در بهار آینده بخیر در کیلومتر دیگه شما خلاص میشه سرک هرات چشت است جناب رئیس سکشن اولش دیزاینش تکمیل شده در تدارکات ملی است منتظر اوبجکشن یا عدم اعتراض دونر خود هستیم که او هم از طرف همکارای ایتالیای ما تمویل میشه و سرک ارملک لامان جناب رئیس از صندوق سعودی تمویل میشه نمی معلومات که خدمت شما دادیم یک دوسته پروژه دیگه سرک پشتون زرگون است سرک غوریان است سرک بشران است سرک امام ششنور است کارش تکمیل شده که امروز او هم افتتاح میشه مبارک باشه برای ما بسم الله الرحمن الرحیم من اول به مردم هرات تبریک و دوم به تمام مردم افغانستان تبریک میگم چون باز کردن از این سرک بایپاس در حقیقت 16 ساعت ترافیک زیادتر میسازد شهر هرات بر 16 ساعت در روز بسته بود بروی ترافیک بین المللی و ترافیک ترانزیتی امروز افتتاح از این سرک اهمیت هرات از نگاه یکی از عمده ترین مراکز ترانزیت افغانستان دو بالا می سازد علاوه بر از او این سرک بایپاس زمینه ازیر فراهم می سازد که شهر هرات به صورت پلان شده و همه جانبه توسعه پیدا کند در تحت ماستر پلان زمینه انکشاف در طول بایپاس انشالله تعالی آماده خواهد شد مسئله اساسی که از همه ایراتی ها از همشهری های ایرات خواهش میکنم اعمار غیر پلان شده نکنن چون مسئله آب باید به صورت اساسی مدیریت شود و پروژه دیگرم همش تبریک میگم در حال عملی شدن هستن و بعدتر انشالله تعالی در تالار مولانا ماحول عمومی تغییر و توسعه هرات که امروز ای تنها یک جزش است شاید خود بودیم در حال می خواهیم که از حکومت ایتالیا و مردم ایتالیا ابراز امتنان کنم از روزی که ایتالیا به هرات آمده موجب حرکت های بسیار مثبت در بخش زیربنا و همچنین از اساکر ایتالوی که در هرات در زمان آیسف و با سمایت قاطع بودن ابراز امتنان کنم نقطه اصلی تهنیت به مردم هرات است که رفت آمدشان به صورت اساسی تسهیل میشه به تجارای هرات است به سرمایه‌دارای کل افغانستان است و به همه افراد وطن ما که سر سرک القوی قرار دارن بعد از این انشالله تعالی حرکت سری خواهد بود و ارملیک لامان هم یک قدم بسیار بزرگ است برای کسایی که تاریخ ارملیک خبر ندارن یکی از افتخارات افغانستان است که سر یک کوه یک چای عظیم وجود داره و هیئت که سرحد شمالی افغانستان تعیین میکرد 6 ماه دریجه بوده و امید است که مثل که قلعه اختیارالدین ما احیا کردیم ما بتانیم قلعه ارملیک هم در آینده جزء آثار تاریخی هرات و افغانستان باستان است احیا شود و از جناب یاری سب و همکارشان تشکر میکنم
که تانستن این پروژه را به موفقیت برسانند و امید داریم که خاصتاً سرک چشت شریف به زودی عملی شود چون مردم منتظر هستند. موفقیت ها تبریک، مگر در آرزوی کارهای هایی زنده به افغانستان، زنده باد. Thank you.